بد میکنن. نتیجه 6-2 هست، 6 پیروزی رو دیگه کسب کرده سرای مازندران و از هم اکنون قهرمانیش تثبیت شده. اما دو کشتی دیگه جذاب و دیدنی است و یه جوره حیثیتی برای خود کشتی ایران. کشتی بسیار حساس تر از کمیته فنی آقای محسن کاوه، آقای پژمان درستکار و آقای احسان امینی در کنار آقای حمید سوریان تیزبینانه کشتی رو زیر نظر داشتن که جذابترین کشتی این دور از رقابت هاست. محمد حسین محمدیان کشتیگیری در مسابقه 2014 در تاشکند ازبکستان مدال برنز جهان رو گرفت. عدد وزن 86 کیلو و حالا به وزن 97 کیلو اومده. ملی پوش کشورمون در المپیک بود با هم در مسابقات ارتشی جهان هم هفته قبل با قدرت و اقتدار موفق شد قهرمان ارتشی نظامیان جهان بشه، در تورنمنت های معتبر مدال داره و قهرمان آسیا شده. حالا ببینیم در مقابل او مشتبه گلش که او محمدیان فرزند عسکری محمدیان اهل ساری و حریفش هم اهل تن کاربن هست. مشتبه گلش در 2015 در جوانان جان قهرمان جوانان جان شد، 2017 امیدهای جان طلا گرفت، 2019 در بوداپست قهرمان امیدهای جان شده گلیچ و امسال هم کاری کرد کارستان در اسلو موفق شد با یه و باخت در مقابل 4-3 در مقابل کالسنایدر امریکایی قهرمان جان المپیک مدال برنز گرفت. وزن شروع و این هم چهره کمیته فنی برای مشاهده می فرمایید دارم محسن کاوه و آقای پژمان درستکار احسان امینی و آقای حمید سوریان. آقای کاوه به خاطر اینکه مادرشون فوت کرده مشکی پوشیدن بهشون تسلیت میگیم و همی پرزنیم به ادامه کار دبراست تذکر میده به دو بنده قرمز. ببینیم که چه خواهند کرد. کالج با دو بنده آبی سمت چپ تصویر محمد حسین محمدیان، با دو بنده قرمز سمت راست تصویر در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه تا بارها با هم دیگه کاشتی گرفتند. بازم کالج قوسی میکنه حریف خودشو در 30 ثانیه دو آدم به محمدیان و در این 4 ثانیه اگر امتیازی نگیرن یک امتیاز برای کالج در نظر میگیرن، برای اینکه امتیازی میدن واسه میکنه پای رو باید خارج کنه میزنه دیگه تو حریف خودش و سرداش محمدیان رو خارج کنه که محمد حسین محمدیان با یه چرخش کار رو خونسا کرد. همین حالت اومد برای کالسنری انجام بده تا دوش به هم خود تو منطقه قرمز 3-2 پیروز بود یک خاک شد و 4-3 کشتی رو واگذار کرد توی 5 ثانیه به پایان وقت در مسابقات جهانی اسلو نروژ. بازم در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن کشتی همو دو مازندرانی تمامند کاملا میدونن چم و خم کشتی هم دیگه رو کاملا میدونن و گرفتن امتیاز و زیرگیری برای دو کشتیگیر سخت و دشوار هست. بازم قوسی میکنه محمدیان و در تلاش از اینکه بتونه وقت سیسیون استراد ترا میرسه میرن از مربیان خودشون. آینه استانی و آیه رضا یزدانی از کنار توشن با در وقت سیستان استراد با گلک صحبت میکنن. در طرف آقای میرمادیان صحبت میکنه آقای رضا یزدانی، این هم آقای میرمادیان و دیگر مربی تیم زوب آمور که مربیانشون آقای فرزاد زاره اعتمال آماد باشن که برای آقای فرزاد زاره نکات لازم با در کنار آقای حامد میر مادیان میگه و کشتی خودشون روانه میدان میکنن. 1-0 تا این لحظه به نفع گلیچ از تیم صنایع مازندران. دست از شاخ یک بار دیگه سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. گلیچ محمد حسین محمدیان این کار به اون نمیده. بازم دست از شاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر. گلیچ در تلاش هستی یه قوس تا داره رو فهم میزنه رو دستان هم دیگه روی موچوی دستان دیگه کار میکنن هر از گاهی انگشتانه میگیرن که کار میتونه خطا باشه اما برا فاصله روها میکنن تا اینکه داور متوجه نشه. واسم در وسط روشنگ دو کشتگیر از اختار برای گلیچ از داور وسط آقای حسام امامی. این هم آقای
یه استانی برای رضا یزدانی است که تو شک نکات لازم به گالچ تذکر میده، تذکر داده نه اختار سیستانی هنوز داده نشد. یه مقدار دیگه کار کنم. محمد حسین محمدیان تقاضی اختار برای گالچ در نظر اختار در نظر میگیره و تقاضی اختار خواهند کرد و باسم در سمینو شرط برای فنون خودش مهیا کنه و باسم در آیا فرزاد زاره رو مشاهده کردید که از کنار دوشک نکادران با کچی خودش میگه به دنبال کار کردن دستا در تلاش هست اینکه قوس میکنه مرتب گل چریف و یکی دو بار هم شگردش. آره تقاضی اختار سیستانیه، تقاضی اختار سیستانیه رو برای گلش در نظر میگیرم. یه جوری که وقت اول رو اختار بدن به نفر بعدی اختار دیگر رو میدن و بعد از این کشتن یه کشتی در 125 کیلو امیر حسین زاره و نجاتیان کشتی خواهند گرفت. باسم در سرشاخ میزن زیر کتفان عربی خودش و سعی میکنه شرطه برای فنون خودش مهیا کنه، در تلاش هست تا اینکه بتونه حریف پاشا تو خارج کنه. شگرد رو هست به مزید به منطقه قرمز میاد خالی میکنه، سلامه شگرد رو خونسا میکنه، تکنیک رو خونسا میکنه. سیستانه به اتمام رسید، یک امتیاز برای برای محمدیان در نظر میگیرند و حالا کشی یک کک برابر اما محمدیان برنده هست چرا که امتیاز آخر رو گرفته. 51 ثانیه، حالا کمتر از 50 ثانیه، یک کک برابر اما محمدیان تا این لحظه برنده است. اینجا سعی میکنه پایری باید خارج کنه که به من از این که میرفتن بارا حتی خارج کنه با یه چرخش کارو رو خونسا میکنه. کار کرده محمدیان روی این مسئله از کار نمیده به گله ایسا اینکه بتونه شگرد خودش یعنی خارج کردن پای رو قبار از پچک به عمل برسونه. باز هم در فرشاخ زیر کتفان عریف خودش میزنه و سعی میکنه پاره اینجا با فهمونه پاره بعد خارج کنه. یک امتیاز میگیره گله ایچ از گله ایچ در واپس این ثانیه ها، یک امتیاز از گله ایچ از محمدیان میگیره. حالا کشید دو بر یک میشه. 20 ثانیه وقت باقی مونده. گرماندار جهان دو بزرگ 97 کیلو کشورمون در مقابل همدیگه در این نبرد تمام عیار ببینیم که چه خواهد کرد محمدیان. حالا ببینیم زیرگیری خودش رو اجرا میگذاره یا نه. میدن زیر کتان عریب خودش بازم زیرگیری و سعی میکنه زیرگیری کنه که از کار به اون نمیده. دو ثانیه یک ثانیه و سعی میکنه پای رو باید خارج میکنه و ببینیم وقت به اتمام میرسه، وقت به اتمام میرسه و دو بر یک. حالا تقاضی چلنج میکنه آقای میرمادیان از اینکه پاش از دوزه خارج شده، تقاضی چلنج میکنه که بیان تو فیلم رو بازبینی میکنن. آقای مسلحی پور، آقای اردوان صاحب، آقای سید عباسی از هیئت جوری فیلم رو بازبینی میکنم و رای رو اعلام خواهند کرد. تابلو رو نگاه کنم، نمو تابلو رو نگاه کنم، تایم چیه؟ تابلو رو باید نگاه کنم، سب شده نشد، تایم چیه آقا؟ آقای میرمادیان حالا ناراحتی میشم، خب باخته و کشیرش هم به بازی، در این حال فشار روانی زیادی رو متحمل میشم. مربیان ببینیم که چه رای رو اعلام خواهند کرد. اعضای هیئت جوری آقای مسلحی پور، ما هم اگر امکان داشته باشه حرکت رو اصلا ببینیم به میکی پا به چه شرکت توشن در حالت سرپا اگه باشه که امتیاز داره، اما در حالت زانو زده اونجا یه نظر داور هست که خب این مانیتوره اینجا ببین به این شکل سرداش کنده کشی کنه گله چالار روی زیرگیری حریف و اینجا کنده کشی با تمام پا خارج بشه، تمام پا باید خارج بشه که اینجا هم که زانوش ببینیم که به این شکل با خیمه سنگین ببینیم یک بار دیگه نگاه میکنه. خیلی کار حساس هست، کار حساس، زاویه دوربین ها هم تفاوت داره. اون لحظه که سرپا بود تمام پاش خارج نشد، باید کل پا خارج بشه، یعنی نیمی از پای کم باید خارج بشه، اینجا امتیاز داده نمیشه. در مقررات اومده که کاملا کل پا بایستی از توش خارج بشه، اونجا خارج شد. اما ببینید اینجا دیگه رفته کندی، اینجا بله ببینیم که چه یک امتیاز در نظر گرفتن، یک امتیاز در نظر گرفتن برای محمدیان و نظرشون پاش از توش خارج شده. این هم اعضای کمیته فنی آقای محسن کاوه، آقای پژمان درستکار، آقای احسان امینی و آقای حمید سوریان. دو دو برابر، چون امتیاز آخر رو گرفته برنده میشه. دو دو برابر، برنده
کورنرک میشه، با هم دست میدن و هر دو پهلوان منش با اخلاق و هم میرن از مربیان رقبای خودشون.